ترش خوشمزه. منو یاد بچه های شما لطمن میدونم، بچه های گیلان، من یاد بستنی خمام انداخت. سلام دوستای خوبم، حالتون چطوره؟ من الا هستم و اینجا چنل الا تایمه. خیلی خوش اومدید به ویدیوهای من. مرسی که مثل همیشه با من همراهید و با لایک کامنت از ویدیوهای من حمایت میکنید. لطفاً اگر تا اینجای کار سابسکرایب ندارید چنل رو، حتما سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگولش رو هم بزنید که اگر ویدیو جدیدی آپلود کردم ببینید. میخوام براتون بستنی درست کنم و این روزا توی اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک و هر جا که میری همه دارن بستنی درست میکنن. میدونم خیلیاتون بلدید، میتونم خیلی از دوستای گلم توی همین یوتیوب که هستن ویدیوهای بستنی گذاشتن و همش هم خیلی عالی درست کردن. منتها خب دیگه جای بستنی توی کانال من خالیه و من میخوام امروز براتون یه بستنی توت فرنگی و یه بستنی زردآلو درست کنم. خب دوستای گلم، من توت فرنگی هامو چون دو سه روزش خواستم بستنی درست کنم گذاشتم توی فریزر، این توت فرنگی هم آماده هستش. اما برای درست کردن این بستنی زردالو، زردالوی تازه رو میگیرید و حالا اینجا به زردالو میگم کایسی، یعنی همون قیسی خودمونه که ما برگشت میکنیم و میشورید و اونا رو باید جدا کنیم و هسته هاشو بگیریم و همچنین موزا رو و بذاریم توی حالا یه ظرفی که میخوام انتقالشون بدیم به فریزر. این مرحله کار من خیلی سریع انجام میدم و میرم بذارم برای یکی دو ساعت توی فریزر بمونه، بعد میام با هم دیگه ادامه کار رو میبینیم. خب همونجور که گفتم توت فرنگی لازم داریم، به میزان دلخواهتون توت فرنگیتون از قبل میشورید و میذارید تا آبش گرفته بشه و بعد یا میتونید به تیکه های کوچولو تقسیمش کنید یا اینکه به صورت درسته بذارید توی فریزر تا یخ بزنه. همین کار رو هم باید برای موز و همچنین برای زردالوهاتون انجام بدید. خب این پوستای موزا رو هم میگیریم و اگر موزتون جوری باشه که فکر میکنید ممکنه از این شیرینا نباشه و از این موزای زوررس، ما بهش میگیم زوررس، از اونو باشه بهتر که یه مقدار از شکر هم استفاده کنین، البته اگر ذائقتون به شیرین میزنه، چون من خودم موزای اینجا خیلی شیرین نیستن، میخوام همین کار کنم الان. خب به تیکای انقدی که درشت هم میتونه باشه ولی خب هرچی کوچیکتر باشه موقع میکس دستگاه سریعتر میکسشو میکنه. من الان به خاطری که میخوام بیشتر طعم اصلی این دوتا بستنی حفظ بشه نصف یه دونه موز رو میذارم برای کنار توت فرنگی ها و یه دونه موز رو هم میذارم برای کنار زردالوها یا حالا همون شکرپارای ایرانی. حالا میام سراغ زردالوهامون. زردالو رو از وسط نصف میکنیم، هسته رو جدا میکنیم، حالا یه دونه هم اینجا برش میزنیم که راحت تر باشه برای میکس کردنش. دیگه چه خبر بچه ها؟ من ایران بودم. خب واقعا دمتون گرم از اینکه توی ایران با اون وضعیت نت و اون وضعیت فیلتر شکن ها که 10 تا بعد رو گوشیت نصب کنی تا بتونی ارتباط بگیری. ما هم که کارمون کلن اینترنتی، علاوه بر این کار من اون کارم هم اینترنتیه و خیلی سخت بود این 3 هفته‌ای که من ایران بودم. و اینکه میگم واقعا دمتون گرم که با این موقعیت ولی همچنان اوکی هستید و کار میکنید و ناامید نمیشید. و اینکه مثلا حالا شاید شما توی خونه هاتون چون هستید اینترنت ثابت دارید، ADSL دارید، راحت باشه اینترنت ثابت باشه. منتها ما خب چون خونه خودمون کلا 2 روز بودیم فکر کنم و بیشتر این برانور بودیم دیگه، یه مقدار خونه مادر من و فامیلای من، یه مقدار خونه مادر همسرم و اینا و
واسه همین نمیشد جایی باشه که نت ثابت باشه. با نت های گوشی هم که متاسفانه همونجور که میدونید خیلی سخت میشه ارتباط گرفت. خلاصه این که سخت بود دوری از یوتیوب، عادت کردم بهش. من دیگه واقعا اینستاگرام خیلی خیلی کم میرم. من یه پیج عمومی دارم اونجا که قبلا روش حالا یه سری کارهای بلاگری میکردم، دیگه اونو اصلا توش فعالیتی نمی کنم و یه پیج خصوصی دارم که اونم دیگه حالا بخوام یا نخوام دست خودمه. ولی خب توی یوتیوب خیلی سخت بود اومدن و ویدیو آپلود کردن. ایشالا که هرچی زودتر مشکلات توی ایران حل بشه و اون چه که لایق مردم خوبمون هست براشون پیش بیاد. خب اینم از آخرین زردالو. خب حالا برای هر کدوم یه ظرف میذاریم. موزا رو من کنار همین زردالوها و توت فرنگی ها میذارم به خاطر اینکه قراره با هم دیگه میکس بشن دیگه. خب و به خاطر اینکه دیگه توت فرنگی هم خودش یخ زده، این موزا رو هم میذارم کنارشو. به این صورت و توت فرنگی ها هم دوباره اضافه میکنیم به این. خب بچه ها من اینا رو آماده کردم و همونجور که بهتون گفتم چون که توت فرنگی هم یخ زده بود، من دیگه موزه رو ریختم زیر و توت فرنگی ها رو هم گذاشتم و باید بره که یخ بزنه و همینجور زردالوها موزه رو زیر چیدم. فرقی نمی کنه دیگه چون که قراره که اینا با هم دیگه میکس بشن، قاطی هم بذارید اوکی هستش و برای مدت 2 تا 3 ساعت میری توی فریزر که یخ بزنه و بعدش میریم که با هم دیگه بستنی ها رو درست کنیم. بریم و برگردیم. میوه هامونه که خرد کردیم و توی فریزر گذاشتیم یخ زدن، هم توت فرنگیمون و هم زردالومون و من الان میخوام با استفاده از میکسر یا هر دستگاهی که بتونید باش میکس کنید و خامه و همچنین تیکایی که دارم رو آخرین مرحله اضافه میکنم، یه هم میزنم و مجدد میزنم تو خود ظرفا. فقط این نکته خیلی مهمه که شما وقتی که توی فریزر میذاریدش حتما چند بار تا قبل از اینکه بخواید سروش کنید چند بار اونو هم بزنید که حالت یخ زدگی نداشته باشه و مثل بستنی های بیرون بشه. خب بریم که با هم دیگه میوه رو میکس کنیم. خب یه مقدار که میکس شد الان یه کوچولو بهش شکر، حدود 2 قاشق غذاخوری و اگر هم دوست ندارید و میخواید طعم خالص میوه باشه که همون خود میوه. خامه های اینجا هم که دیگه مد نظرتون هست که مقدار آبکیه، دقت کنید خیلی نریزید. خامه های ایران برای بستنی بهتر هستن. بذارید اول هم بزنم که خامه زیاد نپاشه به دره. کلن هرچی که خامش بیشتر باشه که بستنیم خوشمزه تر میشه. منطقه خب چه این خامش آبکیه نمیخوام خیلی حالت شل بشه. خب من الان اینو اضافه میکنم. اگر شما نخواهید بهش تیکه میوه یا چیزی اضافه کنید لازم نیست این کار کنید و مستقیم انتقالش بدین به همون ظرف یخی. من تیکای زردالویی که دارم و میریزم داخلش.
حالا مجدد میریزم تو خود ظرف و تقلش میدم دوباره به فریزر. اینجوری هم صافش میکنید و حتما یادتون باشه که طی این زمانی که میذارید فریزر یکی دو بار برید و همش بزنید، مثل کاری که برای یخدر بهش میکنید. الان میخوام که براتون بستنی توت فرنگی رو آماده کنم. فقط یه تفاوتی که هست، من داخل توت فرنگیه علاوه بر مقدار شکر یه کوچولو هم وانیل استفاده میکنم. اسم میکنم یه، نمیدونم، برای من شاید اینجوریه، یه مقدار میونه خوبی با توت فرنگی که وقتی یخ میزنه انگار یه بویی بر من میده و من اونو وانیل که میزنم، یعنی کلن اسموتی هم که درست میکنم و شیک و این چیزا میزنم بهش وانیلو و دیگه اوکی میشه. اینم بهتون بگم، اگر که میخواید طعم توت فرنگی اونا غالب نباشه میتونید موزش رو نس نس بریزید، ولی خب من کلن اوکی هم با این حالت. همونجور که گفتم یه مقدار وانیل و یه مقدار خیلی کمتر یه قاشق غذاخوری، چون توت فرنگی خودش یه مقدار شیرینی داره. چون یخ زدگیش خیلی بیشتر بوده ما هم میزنیم مجدد، یعنی یه جوری به دستگاه کمک میکنیم در واقع. و تو همین مرحله من الان خامش رو اضافه میکنم. آره الان این خیلی خوب شد به خاطر که بیشتر خوب یخ بوده. و من الان مابقی خامه رو هم میریزم. مجدد یه میکس میکنیم. دیگه کاملا اوکیه، واقعا دارن نگاه میکنن اونجا، فکر میکنن که قراره برای اونا چیزی درست کنم، ولی متاسفانه نمیدونن که اشتباه میکنن. خب من یه مقدار تیکای توت فرنگی که داشتم اضافهش میکنیم توی ظرفمون. چقدر کش دار و غلیظ شده. سر بستنی رو صاف میکنیم و انتقالشون میدیم به فریزر. یادتون نره که حتما تو این هن دو سه بار برید و همشون بزنید. ببینید من بستنی ها رو از توی فریزر در بردم، این تقریبا بار سومه که دارم این کار میکنم و دقت بکنید هر بار که درش میارم هنوز وسطش نبسته، یعنی باید تو این مرحله باشه که بستنی کامل یخ نزده باشه که هی شما اون رو میکس کنید و هم بزنید که قشنگ اگر که بخواد از این لایه های یخی تو شکل بگیره این هم زدن ها باعث میشه که اینجوری نشه. یه بارون خیلی خیلی دلانگیز بهاری داره میاد، نمیدونم پیداه یا نه. گفتم که این صحنه قشنگ رو با تو شیر بکنم و میخواستم برم که بستنی ها رو سرو بکنم. خب دوست عزیزم، بستنی های من آماده شده و من میخوام توی این نون بستنی ها براتون سرو بکنم که ببینید که چجوری هستش بافتش و امیدوارم که خوب شده باشه. هر چقدر بیشتر بتونید هم بزنید بافت خیلی بهتری به شما میده.
البته من بستنی رو تازه الان از توی فریزر درآوردم و شما اجازه بدید که یه مثلا 10 دقیقه از فریزر بیرون بمونه که بتونید راحت‌تر با اسکوپ اون رو بردارید. خب من داخل نایم که دارم اسکوپ میذارم از بستنی ها که در واقع هم نونیش رو داشته باشیم و هم زرتیش رو. و حالا از توت فرنگی من یکی از نونا رو پر میکنم. مرسی که مثل همیشه با لایک و کامنتاتون از من و ویدیوام حمایت میکنید. ممنون میشم که کانال رو شیر و سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید. تا برنامه بعدی و ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. من زردالوش بیشتر خوشم آمد، مثلا همین بار دومه که برای خودم کشیدم. ترش خوشمزه. من یاد بچه های شما لطمان میدونم، بچه های گیلان، من یاد بستنی خمام انداخت. البته که اصلا به پای کیفیت اونجا نمیرسه قطعا، ولی خب همین که یاد اونجا افتادم برای من کافی بود. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.